اومدم تو حیات کنار حوض، یه حوضی داشتیم ما کنار در که اونجا شیرابو باز کردم و شروع کردم سر بازی کردم با آبو که دست و صورتمو بشورم. یهو دیدم انقدر محکم و وحشیانه به در میکوبن که من با ترس خیلی زیادی از جا پریدم. در رو که باز کردم دیدم دو نفر وارد حیاط شدن، در رو باز کردن و منو با دستش، این آقایی که سمت چپ ایستاده بود با دست چپش منو پرت کرد گوشه حیاط که من افتادم زمین. بعد وسط حیاط رسیدن. تو این فاصله که صدای در بیاد، فاصله خیلی کوتاهی بود، صدای در بیاد و من در رو باز بکنم، مادرم از آشپزخونه بلند شده بودن و وارد حیاط شده بودن. بدون اینکه اینا چیزی بپرسن، حرفی بزنن، اسلحه‌شون به سمت مامان میگیرن. اینقدر من ترسیده بودم، اینقدر وحشت کرده بودم، به دیوار چسبیده بودم. با صدای تیری که مامان به زمین افتاد، منصور از رخت خواب بیدار، از خواب بیدار شده بود. صبح با صدای گلوله از خواب بلند شدم. بعدش سراسیمه وارد حیاط شدم. وقتی که وارد شدم دیدم که جسد مادرم رو تراس خونه افتاده. بالا سر جسد که رفتم، به مسی بالا سر جسد رسیدم و صدا کردم مامان رو، چندین بار صدا کردم، دیدم مامان اصلا غرق خون هستش و چندین گلوله بهش اصابت کرده. بعد از اون با صدای بلند دقیقا تو ذهنم هستش، با صدای فریاد داشتم و صداشو میکردم. مامان صداش میکرد، ترسیده بود، تعجب کرد که چرا مامان جواب نمیده. مامان میکرد. این دو نفر از تو آشپزخونه اومدن بیرون و با دیدن منصور یه تیرم به سمت منصور شد. تو این فاصله یه لحظه احساس سوزش و درد تو ناحیه سمت راست سینه احساس کردم که این مسئله یه مقدار منو دیگه حالت بیحالی و کرخی به هم دست داد و همونجا کنار جنازه مامان نشستم. خیلی برام سخت بود. من 6 سالم بیشتر نبود اون موقع. اصلا نمیتونستم درک کنم. یعنی چی این کار، آخه معنیش چیه؟ چرا باید این اتفاق بیفته؟ با ترس خیلی شدیدی که اصلا اینقدر بدن من میلرزید و زبونم کاملا بند اومده بود. یعنی من هر چقدر میخواستم سر صدا بکنم، جیغ بزنم، احساس میکردم که دیگه هیچ وقت بلد نبودم حرف بزنم، اصلا توان حرف زدن نداشتم. بعد وارد اتاق شدم. من دوباره صدای تیر شنیدم. دقیقا من یادم نمیاد که چند تا صدای تیر بود، ولی زیاد بود صدای تیرهایی که شنیدم. خودشون خیلی ترسیده بودن، از در خونه فرار کردن.